هزار نفر عالم نمیشن. المستحی، المنتقد، المتکبر، المستغنی. اولین نفری که عالم نمیشه انسان خجوله، کسی که شرم‌حیای زیادی داره و این شرم‌حیاست در محلش نیست، این شرم‌حیای او در محلش نیست، روش نمیشه سوال بکنه، جواب بشنوه، بیا در محضر علما مثلا بنشینه، سر کلاس درس بنشینه. اگر بنشینه هم فقط یه گوشه نشسته داره میشنوه سوال و جواب، یا رو نداره. میگن هر کسی رو نداره روزی نداره، اون جای خودش. خیلی هستن رو ندارن اما روزی دارن. ولی شرم و حیا سبب محرومیت میشه در علم، عالم نمیشه. دوم منتقد، کسی که میاد تو جلسه ها هدفش فقط نقطه ضعف گرفتنه و انتقاد کردنه، هیچ کار دیگه نداره، نه انتقاد سازنده. خوشش میاد که من رفتم فلان جا از فلانی انتقاد کردم، نقطه گرفتم، جواب من نتونست بده، مجابش کردم. اهل عمل هم نیستا، فقط هر جای گفتن یه جریانی هست، برنامه‌ای هست، فقط میاد نقطه بگیره انتقاد بکنه. اینم عالم نمیشه، چون که هدف نداره از اون سوال کردنش و مطرح کردن سوالش. سوم متکبر، انسان متکبر، اینم هیچ موقع عالم نمیشه. اگر عالم هم بشه علمش برکت پیدا نمیکنه. مهم عالم شدن نیست، مهم برکته. مهم تاجر شدن نیست، مال جمع کردن نیست، مهم برکت ماله. مهم جوان بودن نیست، مهم برکت جوانیه. مهم سالم بودن نیست. خیلی هستن سالمن برکت ندارن، معصیت خدا دارن میکنن. آدم هم هست که دو تا پا نداره، دست هم نداره، اما حافظ قرآن. چشم بینا داره، یک سوره قرآن از بر نیست. گوش شنوا داره، یک سوره قرآن از بر نیست. جوان هست که کوره، چشم نداره، فقط از گوش استفاده میکنه، هم با گوشش میشنوه و هم با گوشش میبینه، اما حافظ قرآن. پس مهم سلامتی نیست، مهم برکت سلامتیه. مهم عمر نیست که تو عمر داشته باشید، مهم برکت عمره. فلانی 100 سالشه، توی 100 سالش چکار کرده؟ فلانی 20 سالشه، تو 20 سالش خیلی کارها کرده. 15 سالشه، خیلی کارها کرده. مهم مرد بودن نیست. فلانی زنه. یکی از دوستان میگفت که یکی میخواست که حرفی بزنه، منزلت کسی رو پایین بیاره، گفت فلانی از زنم پستره. تو یک جلسه ای فلانی از زنم پستره، از زنم کمتره. کی گفته زن پسته؟ که تو اینطوری داری تشبیه میکنی، فلان مرد از زن پستره. کی گفته زن پسته؟ تو داری میگی زن پسته. زنهایی بودن که به کمال رسیدن که هزارها مرد نفسشون نمیرسه، به ناخنشون نمیرسه. ام المؤمنین خدیجه، ام الاشراف بهش میگن، ام المؤمنین عایشه رضی الله عنهما. بیست سال سنش بوده، دنیای علم بوده. ام المؤمنین حفصه، فاطمه زهرا رضی الله عنها، اینها به کمال رسیدن. پس این نیست که اگر مرد بی برکتی دیدی اونو تشبیه بکنید بگید از زن پستره. نه، مرد بی برکت درسته، از زن بی برکت پستره، ولی مرد بی برکت و فاسق و فاجر و خلافکار و بی ایمان ما نمیتونیم بگیم از زنهای مؤمنه طاهره طیبه عالمه فاضله متقیه از اینا پستره.
چون پستی و بلندی نه به زن و مردیه، نه به سیاه و سفیدیه، نه به پول و فقیری ثروت و فقره، نه به حاکم و محکوم بودنه. پستی و بلندی میدونی در نزد خدا و نظر خدا و دین خدا و پیغمبر خدا و دین اسلام چیه؟ پستی و بلندی به تقوا و بی تقواییه. برادرای بزرگوار و محترم و خواهرای بزرگوار و محترمی که تو همین خونه ها نشستن، پشت همین خونه ها نشستن، پشت همین دیوارهای شرم و حیا نشستن، تو این سرما آمدن چیزهای درباره دین بشنون. دروازه، هر دو لنگه دروازه، اگر زنی سبقت گرفت آمد و مردی عقب افتاد، بالاخره خدا به خودش داده. این زن حرکت کرده، خدا بهش داده. اون مرد مرد بوده، حرکت نکرده، خدا بهش نداده. برکت در حرکته، برکت در حرکته. برادرای تبلیغی همیشه میگن که رحمت همراه زحمته و برکت همراه حرکته. واقعا هم راست میگن. خدا حفظشون بکنه. تا انسان در راه رسیدن به خدا متحمل زحمت نشه، رحمت نصیبش نمیشه. اونایی که بیشتر زحمت متحمل شدن، زحمت کشیدن، بیشتر بر اونها رحمت نازل شده. پیامبران از همه کس بیشتر زحمت کشیدن برای انسانها. باور بکنید کی رفتن، هنوز مردم درود و سلام بر اونها میفرستن. هر وقت اسمشون میاد. پس باید حرکت بکنیم برای سعادت و خوشبختی خودمون، برای اولادمون، برای دنیامون، برای آخرتمون، برای همه باید حرکت بکنیم. من قبلنم گفتم، الانم میگم، شاید از این به بعد در هر عروسی صحبتی بشه. انتظار نداشته باشید که دیگه در هر عروسی درباره عروسی صحبت بکنیم، درباره مهریه صحبت بکنیم، درباره لباس نمیدونم فلان، درباره اسراف عروسی، بدعت‌های عروسی. نه، ما هدفمون از این تجمعات، از این مراسم‌هایی که شرکت می‌کنیم، این که این تجمع حاصل بشه. حالا اگر تو یک عروسی درباره عروسی صحبت کردیم، در یک عروسی شاید در عروسی درباره عزاداری هم صحبت بکنیم، بدعت‌های عزاداری. ما هدفمون تجمعه، کاری نداریم به عروسی. شادی شادی دله. وقتی دل در اون معصیت نباشه، حب معصیت نباشه، بگو دست ارکستر هم نباشه، اون شاده. وقتی دل مملو از حب معصیت باشه و بی ایمانی و بی شرم و حیایی باشه و قصد و مقصد بد باشه، حالا بگو دست ارکستر هم باشه، خنده هم بکنن، این دل خرابه. اون غم شادی نیست. شادی شادی دله. و میدونی خوشحالی دل چه خوشحالیه؟ آرامش دله. دلی خوشحاله که آرامش داره، اطمینان داره، پریشانی در اون نیست. و اون دلی که آرامه فقط با یاد خدا آرام میگیره. الا به ذکر الله تطمئن القلوب. پس خوشحالی مؤمن با دلشه، نه با لبش. خیلی از لبها شاید باز باشه تا بیخ گوششون و بخندن و قهقه بزنن، اما دلشون داره خون میچکونه. چشمان دلشون داره خون میچکونه، با معصیت خدا دارن خنده میکنن، شاد میشن. خداوند در قرآن سوره‌ای داره به اسم سوره ملک، شنیدید؟ یا سوره تبارک الذی. پیامبر صلی الله علیه و سلم میفرمایند این سوره منجیه هست. سوره ملک سوره منجیه هست، دو صفحه بیشتر نیست. سوره منجیه، نجات دهنده. از چی نجات میده؟ میگه هر کسی شب قبل از خواب بخونه این سوره و معنیش هم مرور بکنه از روی تفسیر، یا میفهمه یا پیش شیخی خونده باشه،
و به این محتوای این سوره اعتقاد داشته باشه و عمل بکنه، اگر اون شب